درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم در پنجشنبه 5 مرداد 26 ژوئیه. ایران اجازه نداد پرچمش تبدیل به نماد المپیک شود. این نماد که عدد 2012 را به عنوان سال برگزاری بازی‌ها به شکل خاصی نشان می‌دهد، طوری است که اگر پرچم ایران با آن تلفیق می‌شد، کلمه الله در پرچم ایران از حالت خود خارج می‌شد. ایران اجازه نداد پرچمش با عدد 2012 المپیک تلفیق شود. در فاصله 24 ساعت تا آغاز بازی‌های المپیک، ستاد برگزاری بازی‌ها برای سید مهدی هاشمی، رئیس فدراسیون تیراندازی ایران، کارت ویژه مسابقات را صادر نکرده است. مهدی هاشمی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، می‌گوید برای اولین بار بعد از 70 سال ما دو خانم تیرانداز را با سهمیه در این بازی‌ها داریم. حسین رضازاده و کوروش باقری، سرمربیان تیم وزنه‌برداری ایران، برای حضور در کنگره فنی مسابقات وزنه‌برداری المپیک لندن زودتر از سایر اعضای تیم و در قالب گروه اول وارد دهکده ورزشکاران المپیک لندن شدند. بازی‌های المپیک لندن به طور رسمی از جمعه آغاز می‌شود و کاروان ایران با 52 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده است. گروهی از ورزشکاران کاروان المپیک ایران وارد لندن شدند. یک روز مانده به افتتاح رسمی 30مین دوره بازی‌های المپیک در شهر لندن، کنگره فنی مسابقات وزنه‌برداری المپیک لندن پنجشنبه برگزار می‌شود تا پس از مشخص شدن رکورد‌های نهایی وزنه‌برداران، اونها رو مشخص کنند که در کدام گروه، گروه A یا B رقابت خواهند کرد. گروه دوم کاروان وزنه‌برداران ایران بامداد شنبه 7 مرداد و گروه آخر صبح روز سه‌شنبه 10 مرداد تهران رو به مقصد لندن ترک می‌کنند. نماینده‌های تیراندازی، دوچرخه‌سواری، پینگ پونگ، تیر و کمان، روینگ، شمشیربازی ایران پیشاپیش در محل مسابقات هستند. تیم دوچرخه‌سواری ایران در حالی پا به مسابقات المپیک گذاشته که فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران از سوی فدراسیون بین‌المللی این رشته تعلیق شده است. تیم‌های تیر و کمان و قایقرانی هم در هفته‌های گذشته نامه‌های متعددی از سوی فدراسیون‌های این رشته مبنی بر احتمال تعلیق فدراسیون‌هایشان دریافت کردند. زهرا دهقان و میلاد وزیری که تا یک هفته پیش از لیست ورزشکاران اعزامی به لندن حذف شده بودند، با پادرمیانی وزیر ورزش مسافر لندن شدند. ندا شهسواری، نخستین پینگ پونگ باز زن ایران در بازی‌های المپیک، بر اساس قرعه کشی انجام شده باید در مرحله مقدماتی به مساف حریفی از نیجریه برود. سایر اعضای کاروان ایران قرار است به ترتیب بین 4 تا 17 مرداد وارد لندن شوند. جمشید خیرآبادی، مربی تیم ملی کشتی فرنگی، میگوید ما در 6 وزن کشتیگیر صاحب مدال جهانی داریم و هر 6 کشتیگیر فرنگی کار ایران شانس کسب مدال دارند. محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان ایران، امروز از اردوی دو و میدانی کاروان المپیکی بازدید کرد. عباسی که دیروز به همراه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از اردوهای تیم‌های ملی کشتی و وزنه‌برداری در مجموعه ورزشی آزادی بازدید کرده بود، با بیان اینکه همواره کشتی و وزنه‌برداری در المپیک برای ایران افتخار آفرین بودند، گفت وزنه‌برداری و کشتی امیدهای اصلی کسب مدال در لندن هستند و مردم انتظار زیادی از قهرمانان این دو رشته دارند. عباسی درباره پیشبینی تعداد مدال‌های کاروان ورزشی ایران که از سوی وزارت ورزش و جوانان در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود، گفت پیشبینی نداشتیم. سابقه مدال‌های ما در المپیک‌های گذشته مشخص و معلوم است و نیازی نیست حرف‌های عجیب و غریب بزنیم. تیتر درشت شماری از روزنامه‌های امروز ایران هم به مسابقات المپیک لندن اختصاص داره. از شما پرسیدیم در بخت بالای مدال‌آوری تاریخی در کشتی و وزنه‌برداری ایران در المپیک لندن چه کسانی نقش محوری دارن؟ همطور که می‌بینید کاربران فیسبوک افق گزینه ورزشکاران رو انتخاب کردن. گزینه‌های دیگه مربیان و مدیران ورزشی هستند. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاهی بیاندازیم در 7 پرده به سیاسی کردن ورزش در ایران. ورزش وقتی سیاسی میکنیم یه مقدار نتیجهش همین میشه که شاهدش هستیم و من نظرم اینه که اصلا ورزش کاملا از صحنه سیاسی
جدا کنیم، نه ابزار دینیش هم نکنیم، یعنی نیاییم یه شعارهای دینی تو ورزش بدیم که تازه هم ورزشمون خراب میشه و هم از این ور تازه میگن خب دینم کاری برامون نکرد. کار جمعی هم جزو خصال ملی ما نیست. شما به ورزش های ما هم که نگاه کنید، مقایسه کنید با ورزش هایی که مثلا اروپایی ها، مال اوناست، متعلق به اوناست. حتی ورزش باستانی ما هم که ورزش دست جمعی است، در هر کسی ورزش خودش رو انجام میده. این یک نقص ملی است. ممکنه برای جوانای ما حاشیه درست کنن، بالاخره بد اخلاق هم میدونید، اونا نمیخوان یه جوان ایرانی بره رو سکو. من همیشه دوست دارم در میادین ورزشی در خدمت ورزشکارا باشم، اینجا هم دوست دارم بیام، اونا مشکل دارن. اگر اونا مشکل نداشته باشن حاضرم بیام ورزشکارای عزیزمون رو تشویق بکنیم که بتونن مدال‌های بهتری رو در المپیک کسب بکنن. احمد دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی و علی زنگابادی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری برکنار شدند. رؤسای برکنار شده میگویند نمیدانند چرا برکنار شدند. وزارت ورزش و جوانان هم توضیحی در این باره نداد. کمیته بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا از کمیته المپیک ایران خواستند درباره دخالت‌های دولتی در فدراسیون‌ها توضیح دهد. این کمیته‌ها می‌گویند دولت ایران حق دخالت در فدراسیون‌های ورزشی را ندارد. یک فرد خاصی ممکن تخلفاتی داشته باشه، حق قانونی دستگاه است. شما با فساد برخورد کنید، این انگیزه مردمه. محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان چند روز قبل از مسابقات المپیک: هر کس فکر می‌کند حقش خورده شده و باید به المپیک برود، بیاید و در هر سمتی که دوست دارد در کاروان باشد. احمد دنیامالی: تا دوباره رئیس فدراسیون قایقرانی نشوم به لندن نمی‌روم. آدم‌هایی به ورزش راه پیدا کردن که پولدار هستند و فقط دنبال شهرتند. فدراسیون جهانی وقتی میگه شما برکنار کردید، هر نوع رفتار دیگه. امروز ما برکنار کردیم به فدراسیون رو، می‌خوایم یه مجمع بذاریم. این نمی‌تونه. مهمانان امشب افق، آقای عبدالله موحد، 5 بار قهرمان مسابقات کشتی جهانی و المپیک 1968 در استودیوی صدای آمریکا، آقای کاظم پنجوی، رکورددار و قهرمان پیشین وزنه‌برداری ایران و بریتانیا، مدرس مربیگری وزنه‌برداری از لندن از محل مسابقات، آقای حسین حساری، کارشناس کشتی از استنفورد، آقای مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از دانمارک، و همکارم علی عمادی، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به المپیک لندن. درود به همه شما، به افق خوش آمدید. علی جان، به لندن میایم برای اینکه آخرین تحولات رو به ما بگی و ما رو در جریان بگذاری که وضعیت کاروان ایران چه هست، تیم‌ها کجا هستن، همه رسیدن، اونهایی که نیستن علت چیست و چقدر امید هست، تیم‌ها از چه وضعیتی از آمادگی برخوردارن و فکر می‌کنی کدوم‌ها امید دارن که مدال بگیرن، طلا بگیرن، نقره یا برنز؟ اجازه بده منم سلامی عرض بکنم خدمت استاد و قهرمان ملی ایران جناب عبدالله موحد، همچنین آقای حسین حساری، ارزش نویس با سابقه ایران، و آقای کاظم پنجوی و شما دوستان و بینندگان عزیز. من بعد اشاره بکنم که تیم ملی ایران همشون نیستن در این مراسم افتتاحیه، به دلیل اینکه مسابقات به گونه‌ای هستش که در به مرور در واقع برگزار میشه، یعنی در همون ورزشگاه اکسل چند مسابقه برگزار میشه که برای همین ابتدا تیم‌هایی که بعد مسابقاتشون رو از فردا در واقع آغاز بکنن اینجا حضور دارن. اولین اشخاصی که مسابقه خواهند داشت زهرا دهقان هستش که در تیر و کمان هست، و بعد هم همین چهره که مشاهده میکنید خانم ندا شهسواری، اولین بانوی پینگ پونگ ایران، و نوشاد عالمیان که روز شنبه بعد مسابقهش رو آغاز بکنه. نسبتاً از نظر امکانات من باهاشون که گفتگو میکردم با بچه های تیم ملی پینگ پونگ و
شمشیربازی نسبتاً شرایط خوبی رو دارن و آماده هستن. البته یک مشکلاتی واسه سرماز عباسی بود به نظر از جهت بیماری که پیدا کرده بود، مشکل آسیب دیدگی که از دنده داشت، اما برای مسابقات قایقرانی خواهد رسید. از نظر کمی کیفی بخوایم به مسابقات امسال نگاه بکنیم، همونطور که در ابتدای برنامه گفتی سیامک جان و بیننده ها باید مطلع باشن که از نظر کمی شاید ایران با 54 ورزشکار در این دوره حضور پیدا کرده که دوتاشون به دلیل مصونیت نخواهند رفت روی تاتمی. در واقع میشه از جواد محجوب و محمد رضا رودکی باید اشاره کرد که به دلیل مصونیت نیستن. 52 نفر حضور دارن که نسبت به دوره قبل که 29مین دوره بازی تابستانی پکن بود دو نفر کمتر هستن. یعنی دوره قبل زیاد تفاوتی نکرده. البته اون دوره ایران برای اولین بار پس از یعنی دومین بار پس از 60 سال موفق شد در رشته بسکتبال تیمی رو ارسال بکنه به اعزام بکنه به المپیک، برای همین در واقع تعداد ورزشکارای ایران بیشتر بود. از نظر امسال البته مثل که در یک رشته بیشترن نسبت به المپیک پکن، در 14 رشته شرکت کردن. در 14 رشته است. البته اگر بخوایم حساب بکنیم از اولین دوره‌ای که البته استادان من اونجا هستن، هم آقای حساری هم آقای موحد، از اولین دوره 1948 که ایران شرکت کرده تا این دوره در واقع 15مین دوره حضور ایران هست در 30 دوره المپیک. دو دوره هم که در 1980 مسکو و 1984 لس آنجلس ایران شرکت نکرد، تحریم کردن. بله، یعنی در این 30 دوره بازی تابستانی رو دارم اشاره میکنم که 15مین دوره ایران هستش که داره حضور پیدا میکنه. و نظر شاید 1976 مونترال با 88 ورزشکار ایران شرکت کرد، بیشترین تعداد ورزشکار رو داشته. نظر کمی بهترین هزینه هم گرفته بود ظاهرا. بله، نظر مدالی درست کرده شد. علی جان اگه لطف کنی اشاره بکنی به این اون چه که ابتدای برنامه هم صحبت شد، این همیشه انتظار زیادی میره از تیم های کشتی و وزنه برداری، صحبت بکن برای ما که این افرادی که الان در تیم هستن دقیقاً چه کسانی هستن، برای اون کسایی که اطلاع ندارن و کدوم ها امید دارن که مدال بیارن. بله، همین قصه کیفیش هستش. نسبتاً میشه گفتش که از نظر کیفی این دوره یه مقدار برای ایران متفاوت هستش، به این دلیل که چند تا پارامتر هستش. یکی از این دلایلش این هستش که تیم کشتی فرنگی و آزاد و وزنه برداری که همیشه واسه ایران مدال آور بوده امسال خیلی خوب هستن. یعنی با اومدن آقای رسول خادم، البته نمیشه از زحمات مربیانی که در گوشه کنار کشور در شهرها و استانها زحمت کشیدن گذشت، اما در کشتی فرنگی همونطور که الان دارید میبینید حسن رحیمی در 55 بسیار عالی هستش. یعنی شانس ایران هستش، حالا به ترتیب البته شاید نباشه، ما مسعود اسماعیل پور وزن 60 داریم، احسان لشکری 84 هستش، صادق گودرزی در 74 هستش، مهدی تقوی در 66 و کمیل قاسمی در 120. ایران در کشتی فرنگی 6 سهمیه گرفت، اما در کشتی آزاد حسن رحیمی در 55، رضا یزدانی 96، مهدی تقوی 66، گودرزی در 74، مسعود اسماعیل پور در 60 و خدمت شاید که احسان لشکری و کمیل قاسمی در کشتی آزاد و من کشتی فرنگی رو سعید عبدولی، امید نوروزی، بشیر بابانجانزاده و حمید سوریان، قاسم رضایی و حبیب الله اخلاقی، این در واقع 13 نفری هستن که میشه گفتش که شاید نصفی از اینها شاید بتونن مدال بگیرن، هرچند که بیشترین تعداد مدال ایران برمیگرده به سال المپیک 2000 سیدنی که 3 مدال طلا گرفت. اما ایران در کشتی امسال خیلی قوی هست، چون اغلبشون همونطوری که مربی تیم ملی کشتی فرنگی هم گفته بودن قهرمانان جهان هستن. در وزنه برداری امسال حتما روی بهداد سلیمی توقع مدال هست ازش، حتما شاید کیانوش رستمی بتونه روی سکو بره، سجاد انوشیروانی هم در همون وزن هست اتفاقا، میتونه شاید روی وزنه بره، روی سکو بره و وزنهای خوبی رو بالا سر ببره. سهراب مرادی هست و نواب نصیر شلال هم در واقع یک پدیده‌ای هستش که امید داره ایران براش حداقل در کنار سعید محمدپور بتونه خوب وزنه بزنه. برمیگردیم به بیشترین تعداد ورزشکاران به غیر از این سه تیمی که در موردش نام بردیم، دو میدانی هستش که با 10 ورزشکار حضور پیدا کرده. کسی توقع مدال از دو میدانی کاران ایران نداره. شاید میشه گفتش که دوچرخه سواری کسی ازشون سکو نمیخواد، اما تکواندو امسال اون شرط سابق رو نداره.
بهترین و میشه گفتش که توقع بیش از اندازه نمیشه داشت که المپیک هست، همه در شرایط عالی هستن، اما بیشترین توقع رو فقط از همین دورشته وزنه برداری و کشتی هست. و یک استثنای دیگه هم ایران در این رقابت‌ها داره و اون هم حضور احسان حدادی هست، قهرمان پرتاب دیسک آسیاست که الان نفر سوم جهان هست و ماه گذشته به رده دوم رنکینگ جهانی پرتاب دیسک جهان رسیده بود و امید هستش که احسان حدادی هم بتونه در پرتاب دیسک مدالی رو کسب کنه. بسیار عالی. حتما برمیگردیم علی که برای جزئیات بیشتر. ممنون از این تصویر کلی که دادی. به محل مسابقات بریم، جایی که آقای کاظم پنجوی روی خط تلفنی با ما هستن. آقای پنجوی درود میگیم به شما و خوش آمدید به برنامه. طبیعتاً شما در محل مسابقات حضور دارید، ابتدا توضیح بدید که اونجا نقش شما چه هست در محل برگزاری مسابقات، ببینید در مورد مسابقات وزن برداری صحبت میکنیم و بعد در مورد خود تیم وزن برداری ایران بفرمایید. امادی همکارم اشاره کرد به طور گذرا به افرادی که در تیم هستن. با سلام، خسته نباشین. خیلی خوشحالم که بتونم تو این جمع شما حضور به هم برسونیم. عرض کنم که اینجا من وظیفه‌ام پشت صحنه و جلوی صحنه هستش که باید اتفاق قرار کنم بین مربیای پشت و صحنه و اشتباهی که اینجور پیش میاد به صحنه مسابقات و میز مسابقات اینا رو باید ارجاع بکنم. امشب ساعت 7 تا 9 هم جلسه داریم که وضعیت من مشخص میشه و ساعت کاری من هم امشب به من ابلاغ میشه و خیلی هم خوشحال هستم که میتونم پشت صحنه باشم و با تیم ایران هم میتونم در ارتباط مستقیم باشم. آقای پنجوی، آیا با وزنه‌برداری ایران شما در تماس بودید؟ وضعیت تیم رو چطور میبینید؟ برشک به نظر میاد که سرمربیان تیم وارد مسابقات شدن، شما باشون برخوردی داشتید، تماسی داشتید؟ شرایط تیم وزنه‌برداری چطور میبینید؟ چقدر امید دارید که اینها طلا بگیرن و مدال بگیرن؟ برشک امیدهای زیادی هستش، همونطور که اشاره شد به آقای سلیمی و افراد دیگری. یک ساعت قبل کنگره بودش که من تو کنگره بودم و تمام تیم‌ها نتایج اعلام کردن و وزنهایی که باید زده بشه و استارتاشون، یعنی حرکات اولشون باید ثبت بشه، باید 20 کیلو کمتر رکوردهایی باشه که ثبت کردن و امروز روز آخرین شانسی داشت برای همه تیما که بتونن هویت واقعی تیمشون اعلام بکنن. مثلا که تیم چین با 3 نفر رکورد داده، یکش قهرمان جهان بوده و رکوردهای خیلی پایین داده بودن که همه میدونستن که این یک کلکای از این چینی داره میزنن و امروز بالاخره توی کنگره هم که اسم اعلام شد، ولی ما هنوز اعلام اسم رو کامپیوتر رفته و هنوز پرینت نشده و من نمیتونم بگم که چه اوزانی عوض شده و چه اوزانی فعلا در حال حاضر باقی موندن. و تا اونجایی که من میدونم، البته آقای زاده و آقای کوروش باقرمز بودن تو جلسه و اسمشون دادن که تونستم اونا رو ببینم. خیلی خوشحالم که دیدار تجدید شد بعد از سالیان سال و تیم ایران هنوز نیومده و انشاءالله کنم فردا بقیه‌شون میان. و تا اونجایی که من میدونم، با توجه به وزنی که امشب مشخص میشه بعد از اینکه به ما اعلام شد، میتونیم بگیم که چه کسانی تو چه وزنی باقی خواهند موند. و تا اونجا که من میدونم تو وزن 85 کیلو امید اصلی طلا و نقره رو برای کیانوش سهراب گذاشتن و آذربایجان و بلاروسی هم که منتظر هستن پشت سر اینا که چسبیدن و برای مقام دوم سوم دارن میجنگن. تو وزن 94 کیلو هم که سعید امید برونز داره، ولی تیم آذربایجان، کره و اوکراین هم پشت این تیم هستن که خیلی نزدیک هستن و میتونم بگم که برای سعید میتونه بین مقام 3 تا 6 که، ولی میگن سورپرایز هم داره و شاید بهتر شده باشه که نراتی زانوش خالی داشته باشه. تو وزن 105 کیلو هم که نواب داریم که در حال حاضر توی لیست نفر چهارمه، ولی بازم میگم اینا آدم روز خوب و روز بد دارن و 5 نفر هم درست رکوردشون نزدیک به نواب که از بلاروسی و روسی رو 2 نفر هستن ازبکستان که جنگ نزدیکی رو با نواب خواهند داشت برای مقام 4 تا 8. ولی خب دیگه برای ایران هم که برای سلیمی همه برای گذاشتن کنار که تلاش 100 درصد باید باشه تو اونجایی که من میدونم، و این روسی هم تا حالا رکوردش کم مثل اعلام کرده میگن، نمیدونم راست یا نه، ولی
میگن که امید با میخواد با بهدادم کلکل بکنه و برای سجادم من فکر کنم طلای نقره و برنزش که دیگه با برنز 100% ان شاء الله. خب فقط من مرور دوباره بکنم، تشکر کنم آقای پنجوگ روی امکان داره براتون، میدونم برای جلسه بعد رو خط باشید، برمیگردیم برای اینکه بیشتر باهاتون صحبت بکنیم. اشارهتون به کیانوش رستمی در 85 کیلو، سعید محمدپور 94، سجاد انوشیروانی 105، بهداد سلیمی 105، سجاد بهروزی 69 و اسخر ابراهیمی در 94 اگر اشتباه نکنم. خب آقای موحد، اولا خیلی ممنون که تشفردید در برنامه حضور دارید. بعد از مدت ها ما افتخاریم داریم که در خدمت شما باشیم. شما یکی از 11 طلای تاریخ المپیک هستید برای ایران، چهارمین فردی هستید که بعد از امام علی حبیبی، غلامرضا تختی و آقای نصیری شما در سال 68 مکزیک طلا گرفتید. قبل از اون هم طلاهای متعددی داشتید در مسابقات جهانی، مسابقات داخلی ایران و حتی مسابقات دیگری که در منطقه برگزار شد که بعضی از اونها اهمیتشون کمتر از مسابقات جهانی هم نبوده. بفهمید که وقتی این بحث مطرح میشه که این تیم امید داره، یعنی بسیار اعتقاد دارن که تیم امسال تیمی است که احتمالاً اگر همه چیز درست پیش بره ممکنه تاریخ ساز بشه به دلیل تعداد مدال هایی که میگیرن، به دلیل آمادگی بالایی که وجود داره. شما که این روزها رو تجربه کردید، بودید در این مسابقات متعدد، فکر میکنید علت این میزان از آمادگی و این احتمال این موفقیت خود ورزشکارا هستن، نقش مربیان هست یا مدیریتی که در ورزش داره اعمال میشه؟ ضمن سلام، ضمن تشکر از شما که از من خواستید بیام اینجا و سلام به اونایی که صدای منو میشنون، برای همه آرزوی شادی دارم. امیدوارم که تیم‌های ما هم موفق بشن. اما چجوری میشه که یه تیمی خوب میشه یا یه تیمی میگن خوب نیست؟ اینا چند عامل هست که با هم ارتباط داره. یک مسئله نمیتونه فقط ورزشکار، درسته که ورزشکار عامل اصلی هست، ولی مدیریت مهم است، توجه به اینا مهم است، اردوهایی که داشتن، مربیا، همه با هم که جمع میشه نتیجه کار است. اما به اعتقاد من عامل اصلی که اون خط پایان رو به اصطلاح میذاره خود ورزشکاره. خود ورزشکار هست که باید زحمت اضافه بکشه، چون المپیک معمولا تعداد شرکت کننده ها بیشتر هست و کشورهایی که امید دارن در سطح بالا باشن بیشتر فعالیت میکنن. البته این دلیل نیست که بگیم مسابقات جهانی از اهمیت کمتری برخوردار هست، اما در مثلا مسابقات المپیک تو وزن ما، من تو اجازه دادم حدود 38 نفر بودیم ما، اما در مسابقات جهانی بین 20 24 23 22 10 15 نفر کمتر از معمول المپیک بود. اینی که برای مسابقات المپیک اهمیت بیشتری قائل هستن. شما 68 که طلا گرفتید چند کشتی گرفتید تا به طلا برسید؟ من 8 تا اینجوری که یادم 8 کشتی در مجموع گرفتم. اما کشتی یکی از ورزش‌هایی است که شما نمیتونی زیاد روش پیش بینی کنی. حوادث بسیار زیادی پیش میاد، گاهی آدم آسیب می‌بینه ضمن مسابقه. ولی وزن برداری رو اینطوری که الان مثلا کشتی رو اینا میگن ما تیم خوبی داریم، علت اینکه میگن تیم خوب، فکر میکنم تماس‌های قبلی یا مسابقات قبلی که با تیم‌های اروپایی یا آسیایی یا مثلا جهانی اینا داشتن در مسابقات اینطوری ارزشیابی میکنن. بسیاری از این افراد در مسابقات قبلی به کرا طلا گرفتن، بله، مدال گرفتن. توقع این هست که اگر یکی در مسابقات جهانی اول شد در المپیک، مثلا در مسابقات جهانی پارسال اگه اول شد یا دوم شد یا سوم شد، این توقع از اون هست که اون در این مسابقات المپیک هم به مدالی دست پیدا کنه. به این علت اینا میگن تیم ما. من تا اینجایی که البته من زمستون گذشته ایران بودم، خوشبختانه من میبینم تیم کشتی فرنگی ما خیلی خوب شده، در حالی در گذشته ما نداشتیم. مثلا سنگین وزن، ما سنگین وزن خیلی خوب بعد از اینکه تختی از صحنه مسابقات رفت کنار، آقای مزدوده رفت کنار، بعد یک بار آقای انوری سوم تونست بشه، ولی ما دیگه در سنگین وزن کسی رو نداشتیم که مدال آور باشه. ما پنج وزن پایین مدال می گرفتیم، ولی روسا و پنج وزن پایینشون هم مدال می گرفتن، وزنهای بالاشون هم بیشتر مدال طلا رو اونا می بردن.
اما الان خوشبختانه من میبینم در سنگین وزن مثلا آقای سلیمانی مدال طلا گرفت، بعد از اینکه مواجهیم کنار آقای سوخته سرایی بود، از کشتیگیرهای بسیار خوب صدر جهان بود. من پارسال شنیدم که کشتیگیر سنگین وزن فرنگی ایران اول شده تو دنیا. خب این خیلی با ارزشه، معلوم هست که یه مقداری خود جوانا فعالیت میکنن. بسیار خیلی امید دارم که بشیر بابا جان زاده بر ارتباط با هم مربوط هستن، همه نمیتونیم صرفا بگیم مربی میتونه این کارو بکنه، یا اگه خود کشتیگیر نکنه اون کاری که لازم هست موفقیت هیچ وقت به دست نمیاد. خب آقای حساری درود میگیم به شما، بشنویم نظر شما رو در مورد نقش مربیان. بسیار اعتقاد دارن که مربی هایی که الان دارن تیم کشتی چه فرنگی و چه آزاد رو اداره میکنن نقش بسیار مهمی داشتن در این میزان از آمادگی. من درود میفرستم به آقای عبدالله موحد و سلام دارم خدمت شما عزیزان بیننده. به هر حال اون چیزی که آماری میشه عنوان کرد، تیم ایران، تیم های ایران که در رشته های کشتی آزاد، کشتی فرنگی و وزن مدعی مدعی هستن با 6 قهرمان آخرین مسابقات جهانی وارد لندن شدن. در کشتی فرنگی ما 2 قهرمان جهان داشتیم پارسال، آقای سعید عبدالولی، آقای امید نوروزی. در کشتی آزاد 2 قهرمان جهان داشتیم، آقای مهدی تقوی، آقای رضا یزدانی. در وزن مدعی 2 قهرمان جهان داشتیم، آقای کیانوش رستمی و آقای بهداد سلیمی. ولی اینا همش مال گذشته است. امروز با چند تا چی داشت، امروز من فکر کنم که تیمای ما مسلح‌تر هستند، خاطر که نگاه رهبران ورزش ما به ورزش عوض شده، نگاه تازه‌ای دارن به ورزش میکنن. و حال در وهله اول با روز 13 مرداد ما آقای کیانوش رستمی و آقای سهراب مرادی برای مدالای بردن مدالای طلا نقره 85 کیلو دورخیز کردن. میدونید که ما در اولین باری که ما در 85 کیلو قهرمان جهان شدیم به سال 1999 آتن برمیگردیم که آقای شاهین نصیر نیا در آتن در حضور پیروس دیماس قهرمان 3 دور بازی المپیک و در شهر خود آقای دیماس مدال طلا برد. ولی همین وزن مردان در بازی های المپیک 2000 سیدنی دچار عمل شدید فدراسیون جهانی شد که مجبور شد که خودش وزنه انتخاب کنه، سبب حذفش شد تا خلالی در پیروزی های آقای رضازاده و توکلی به وجود نیاد. امروز هم به هر مافیای داوری تو دنیا وجود داره. به هر حال من فکر می‌کنم تیمای کشتی ما امسال از همیشه آماده‌ترن، با اینکه کشتی فرنگی ما 40 سال در صحنه‌های المپیک مدالی نبرده، ولی انتظار می‌ره که تیم محمد بنا شگفتی ساز بشه، به خصوص که در 4 وزن 55 حمید سوریان، 60 آقای امید نوروزی، 66 سعید عبدولی و 84 کیلو آقای طالب حیم الله اخلاقی اینا کاندیدای قهرمانی جهان هستن. زمینه که در سنگین وزن آقای بشیر بابا جانزاده صاحب مدال برنز مسابقات سال پیش نیست، به حال میتونه سر بین سرها داشته باشه. قاسم نزایی قهرمان سابق آسیا برنده مدال برنز مسابقات جهانی سال 2007، ایشون هم در نبود آقای امیر الکبری قهرمان جهان، یکی از مدعیان وزن 96 کیلو هستش. ولی در کشتی آزاد به واسطه حضور نابغه به نام رسول خادم امیدواری خیلی بیشتره، چرا که رسول خادم خودش هم قهرمان جهان بوده، نظیرهای موحد هم قهرمان المپیک بوده، همین که خیلی خوبی محیط میشناسه و خیلی خوب میدونه که اتفاقایی که در روزهای گذشته برای کشتی و ورزش‌های دیگه افتاده کدومش خوب بوده کدومش بد بوده. به خاطر همین هم دستور داد که تیم کشتی زودتر به المپیک وارد نشه، چرا که خودش از خاطر بعدی از المپیک 1996 آتلانتا داشت. تیم 17 روز زودتر اومدن، با اینکه تیم بسیار نیرومندی هم بودن ولی اصلا پاچیده شدن و به 3 مدال طلا، نقره و برنز آقای رسول خادم، عباس جدیدی و امیررضا خادم بسنده کردن. امروز تیم کشتی ما در مسابقات آخرین مسابقات جهانی با 2 اختلاف امتیاز پشت سر روسا نایب قهرمان جهان شد. ولی همه میدونن که مسابقات جهانی و مسابقات المپیک قابل مقایسه نیست. خود آقای موحد شاهد هستن که در آخرین مسابقه جهانی که آقای موحد به صحنه رفتن 1971 صوفیه بودش که ایران با 2 مدال طلای ابراهیم جوادی، محمد قربانی، 3 عنوان چهارمی فیلاوی، رضا خرمی به مقام دوم رسید. بالاتر از کشور میزبانی یعنی بلغارستان نایب قهرمان جهان شد.
ولی همون تیم نهایی قهرمان جهان در بازی المپیک 1972 مونیخ فقط به یه مدال برنز در بزرگان نظیر عبدالله مبید، شمس الدین سرعباسی، محمد قربانی از گردون مسابقات خارج شدن. هم مسابقاتی هم هست که آقای موحد دستشون آسیب دیده بودن. نه، آقای موحد در سال 1972 بعد المپیک واقعا دستشون دچار کشیدگی شد. حتی یک ماه دو ماه بعد از اون حادثه من به اتفاق ایشون از کرج میمدیم به تهران، ایشون دنده نتوز عوض کنیم منتها رهبران ورزش قبول نمیکردن، میگفتن ایشون داره یه مقدار زیاده خواهی میکنه، یه مقدار میخواد مانور بده. میشه که موحد اهل مانور دادن نبود، موحد مرد عمل بود، همه میدونن که چقدر کشتیگر توانایی بود، خودش معلم خودش بود، خودش مربی خودش بود، تلاش میکرد که کمتر اشتباه کنه، تلاش میکرد تمام روزنهایی که وجود داره از بین ببره تا بتونه در مقابله با حریفان موفق و توانا عمل کنه. موحد کشتیگر استثنایی و بزرگ بود، متاسفانه از قبل اون کشتی ما میتونست استفاده های فراوانی ببره ولی متاسفانه اجازه نداد. موحد به قول خودش من سال 1983 در شهرک هرندون واشنگتن دی سی با ایشون یه گفتگوی کردن، گفت آرزوی بزرگم این هستش که رهبر فنی کشتی ایران بشن، ولی هرگز به اون اجازه رو ندادن که موحد بتونه داشته های خودش رو به نسل بعد از خودش انتقال بده. اگر موحد به حال رهبری فنی کشتی ما رو به دست می آورد، کشتی ایران ما به قول خودش راحت تر به سوی پیروزی گام برمی داشتن. همچنین که امروز هم رسول خاده همچین سرنوشتی داشت. 9 سال پیش آقای طالقانی به هر حال نتونست تا به تحمل شهرت و اعتبار و ارزش های آقای رسول خادم رو تحمل کنه و راه با سفری که ناگهانی به اتفاق دکتر توکل آقای امیر حمیدی راهی لوزان سوئیس شدن سبب فرار و گریز آقای رسول خادم از محلکه رقابت ها شد. رسول خادم کسی بودش که در آخرین مسابقات آسیایی در 2003 7 کشتیگیرش رو به فینال فرستاد که 6 طلای نقره گرفتن. این کار آسونی نبود، چرا که قبل از رسول خادم رهبرهای کشتیگیری بزرگی مربی نامداری در کنار تیم بوده، هرگز نتونستن به این افتخار برسن. امروز هم رسول خادم حرفای زیادی برای گفتن داره و من فکر میکنم که هیچ وقت موبایل حتما میتونه بهتر گواهی بده که پرورش ذهنی بچه ها یه چیز ساده نبود. رسول خادم این کار کرده به شکل که شما نیا کنین یک کشتیگیری که در زیر کمد قاسمی در سنگین وزن در همین مسابقات اسپانیا ایشون با قهرمان اول جهان آقای الکسی شیماروف کشتی گرفتش به لطف راهنمایی داهیانه رسول خادم ایشون تونست قهرمان جهان رو برنده مدال طلا مسابقات استانبول رو شکست بده. بله، همچنین آقای فاتح چاکر‌اوغلو قهرمان اروپا رو ناکام بذاره. این نشونه حضور یه مرد آگاه و توانا به نام رسول خادم در رأس تیم ملی کشتی ماست. بسیار متاسفانه شما اساسا اعتقاد دارید که به هر شکلی این نقش مربی نقش بسیار محوری هستش و در هدایت ورزشکار هم بله، گفتن ورزشکاران و مربیان هر دو در واقع در کنار هم میتونن نقش موثری بازی بکنن. طبیعتا مدیریت هم همونطور که خودتون میدونید بسیار ضروری است، اگر که مدیریت در نقاطی در جاهای قوت و ضعف داشته به نظرم قابل بحث است. اگر اجازه بدید آقای حصاری بخشی از صحبت‌های مهدی رستم‌پور رو هم بشنویم. ایشون ازش پرسیدیم که فکر می‌کنید آیا ایران نتایج ضعیف المپیک پکن رو جبران خواهد کرد؟ به نظر میرسه که این اتفاق رخ بده، حتی خصوصا در کشتی فرنگی که از المپیک 1972 مونیخ به بعد ایران حتی یک مدال برنز هم نگرفته. اما حالا در شش وزنی که کشتی فرنگی ایران سهمیه داره، در هر شش وزن شانس کسب مدال رو داره. خب قاعدتا این احتمال خیلی ضعیفه که هر شش نفر مدال بگیرن، اما بخت کسب مدال برای تمام اونها متصور هست. در کشتی آزاد هم همینطوره، این تیم میتونه نتایج خوبی که در المپیک ملبورن کشتی آزاد ایران به جا گذاشت رو به نوعی تکرار بکنه. شانس کسب مدال طلا دست کم برای مهدی تقوی، رضا یزدانی و صادق گودرزی وجود داره. در سایه روزان هم میتونن بچه‌ها مدال بگیرن. در کشتی فرنگی شاید حتی شرایط تا حدودی بهتر از کشتی آزاد هم باشه، با وجود کشتیگیران نخبه‌ای مثل حمید سوریان، امید نوروزی، سعید عبدولی، حبیب اخلاقی که همه اینها مدال جهانی دارن. سوریان که 5 تا طلای جهانی داره و در فهرست افتخارات خودش فقط جای طلای المپیک خالیه. کشتی آزاد و فرنگی ایران میتونند بهترین نتایج تاریخ المپیک ها رو برای خودشون به جا بگذارن در لندن. خب مهمانان نظرات متفاوتی داشتن در مورد علت این میزان از آمادگی تیم. نظر رستم‌پور رو در همین ارتباط بشنویم.
در کشتی فرنگی دو نفر از اعضای این تیم شش نفره از سالونی میان که کمترین امکانات رو نداره، یعنی در شهرستان اندیمشک که در تابستون اونجا حرارت 50 درجه‌ای تو سالن هست، سالونی فاقد هر گونه امکانات. سعید عبدولی و حبیب اخلاقی الان اومدن به عالی ترین سطح کشتی جهان رسیدن و هر دو شانس مدال المپیک دارن. یا در کشتی آزاد از ترکیب 7 نفره سه کشتیگیر، مسعود اسماعیل‌پور، رضا یزدانی و کمیل قاسمی از شهرستان کوچکی میان به اسم جویبار در استان مازندران که در واقع تیم ملی کشتی آزاد ایران رو تغذیه میکنه و اونها هم مستقل هستن، یعنی کاملا متکی هستن به امکانات بومی خودشون، علاقمندی که اونجا وجود داره و شرایطی که اونجا هست، استعدادهایی که وجود داره و کشتی خیز اون منطقه کاملا. و به این شکل است که کشتی آزاد و فرنگی ایران تونسته موفق ظاهر بشه. ضمن اینکه در کشتی فرنگی محمد بنا به عنوان یک سرمربی فوق‌العاده موفق و کارکشته که در سطح جهانی هم اشتهار پیدا کرده تونست یک تیم بی‌حاشیه رو جمع و جور کنه، بسیار خوب این تیم رو تمرین داد. در کشتی آزاد هم حضور رسول خادم واقعا بی تأثیر نبود، ضمن اینکه در کنار رسول خادم مربیای مجربی مثل علیرضا رضایی، محمد طلایی، همچنین بدنساز خوبی مثل کیانوش اعتماد مقدم تونستند که این تیم‌ها رو از حاشیه‌هایی که به طور مثال در اردوی قایقرانی وجود داشت یا فدراسیون تیراندازی اتفاقاتی که اونجا رخ داد، کاملاً به دور از حاشیه‌های سایر رشته‌ها تونستند اردوهای بی‌حاشیه‌ای رو سپری کنند. اما به هر حال در رقابت‌های المپیک هیچ مدالی تضمین شده نیست و قابل پیش‌بینی نیست، فقط میشه همینقدر گفت که اونها کم حاشیه کار خودشون رو دنبال کردن. در وزن برداری هم وقتی که حسین رضازاده به عنوان رئیس فدراسیون به این نتیجه رسید که خودش کمتر کار فنی بکنه و عنان اختیار رو در امور فنی به کوروش باقری قهرمان سابق جهان سپرد، این تیم واقعا متحول شد و شرایط بسیار خوبی رو داره در قیاس با دوره‌ای که خود رضازاده ترجیح میداد هدایت تیم ملی رو بر عهده داشته باشه. آقای موحد، قبل از اینکه به لندن دوباره بریم با علی عمادی همکارم صحبت بکنیم، بحث نقش شهرستان‌ها، مناطق بومی، بچه‌هایی که از روستاهایی میان که کمترین امکانات دارن، خود شما بچه پاورسر هستید و میاد به این مرحله میرسید، واقعا چه چیزی عامل اصلی بود که شما رو در طول این سال‌ها مجاب می‌کرد و انگیزه می‌داد به شما که حرکت بکنید و ادامه بدید دلیل با همین عدم امکانات؟ همونطوری که قبلا من بهش اشاره کردم، اول همه البته در گذشته هم من به این مسئله فکر می‌کنم همینجا بوده صحبت کردیم، ورزش مملکت ما به طور کل، من البته مدتی هست که از ایران دور هستم، اطلاع دقیق ندارم که الان در زمان خودمون من صحبت میکنم، امیدوارم الان عوض شده باشه، ما ورزشی نداریم که براش از خردسالی پایریزی شده باشه. ما ورزش ما دیم هست. یکی نمونه من بگم، من شاگرد آقای غفوریان بودم در باشگاه ترنجوان، بیش از 100-150 نفر ما با هم تمرین میکردیم. چرا فقط من قهرمان شدم این بین؟ بقیه هم استعداد داشتن، نمیشه من فقط تنها کسی بوده باشم که صاحب استعداد قهرمان شدن باشم. بقیه هم داشتن، منتها من از خردسالی ورزش شروع کردم. من 5 سالم با ژیمناستیک شروع کردم، دو میدانی کار کردم، وزنه‌برداری کار کردم، آقای برومند مربی ما بود، هر شبت قایقرانی، شنا، همه اینا موجب میشه شما وقتی همه این آمادگی رو به دست میاری در یه رشته خاصی متمرکز میکنی خودتو، موفقیتت 100% بیشتر میشه، یادگیری در فنون اون ورزش بیشتر میشه. من فکر میکنم یادگیری من در ورزش کشتی این ورزش های قبل بوده که من در اونا شرکت داشتم و از هر کدوم مثل بقیه علوم هست، فرق نمیکنه، ورزش هم مثل بقیه یادگیری های انسان هست. آدم وقتی میگن جامع الاطراف میشه، آدم وقتی شما از ورزش های دیگه هم یه چیزایی یاد بگیری، مثلا مثال بگم بسکتبال، شما دیده چشم میخواد که خوب شوت کنی به حلقه بسکت، هر کسی نمیتونه راحت، این اگه داشته باشی برای گرفتن پا هم همون دیده چشم میتونی استفاده کنی، یا والیبال چشمت انقدر خوب کار کنه که بتونی کجا اسپک کنی. من والیبال هم بازی میکردم، خوب بدم نبودم، حالا نگم خوب بودم که بر بخور به بعضیا، بر نبودم. اینی که همینو من میتونم تو کشتی هم ازش استفاده کنم، و پاره گرفتن کجا آدم از زیر چیز به صورت فن حریف
خودش نجات بده، همه اینا مؤثر هست. به نظر من خیلی اگه میشه کوتاه اشاره بفرمایید به المپیک 72 مونیخ، وقتی که شما آسیب میبینید و در مسابقات شرکت نمیکنید، آقای حصاری اشاره گذرای به این قضیه کردن. چیزی هم که برای من جالبه و کمتر من شنیدم یا حداقل نشیدم جایی صحبت شده باشه، این که شما در اون موقعی که در مسابقات حضور داشتید، همون ماجرای عجیب حمله به اردوگاه در واقع محل ورزشکاران اسرائیل پیش میاد و اون فاجعه عجیب رخ میده. الان سالها بعد از اون ماجرا کماکان دوباره این بحث مطرح هست، تیم اسرائیل گفته که احتمال داره که اینها مورد سوء قصد قرار بگیرن و مسائل امنیتی خاصی که حاکم هست. فکر میکنید تو این سالها فضا چقدر تغییر کرده، فضای ورزش؟ آیا همچنان سیاست با ورزش درگیره و این گرفتاری ها رو ایجاد میکنه؟ متاسفانه من در کار ورزش نیستم آقای دقانپور، اگر بودم با کمال میل و رضای خاطر این مشکلی یه مقداری، ولی میتونم لااقل یه چند کلمه راجع به اصولا اصل المپیک برای چی به وجود اومده. در یونان باستان، المپیک های باستانی، میدونین که یونان از کشورهای مختلف، آتن یونان کشورهای کوچیکی بودن که همجوار هم بودن. اینها با اینکه سالها، من فکر میکنم خیلی مدت پیش، اینا از نظر پیشرفت تکنولوژی از مردم الان خیلی عقبتر بودن، ولی در اون دوران کوتاه المپیک هر کشوری که با دیگری جنگ داشت، سلاح رو میذاشت کنار، دشمنی ها رو میذاشت کنار، چون هدف اصلی المپیک ایجاد دوستی بین ملت هاست. این هدف بنیانگذار اصلی المپیک هست، چه قدیم چه جدید فرق نمی کنه. متاسفانه ما هنوز به اون اصل فلسفه المپیک گردانندگان واقف نیستن که بدونن این قهرمان ها که اونجا جمع میشن تو کار سیاست نیستن. اینها میخوان جامعه ای رو به اصطلاح به پیشرفت وادارن از لحاظ ورزش، چون این موجب میشه یه مقدار زیادی جوان ها تشویق میشن و به ورزش رو میارن. این ورزش رو آوردن خیلی از مسائل در مملکت کمک میکنه که حل بشه. اول همه کسی که ورزشکاره سراغ اعتیاد نمیره، سیگار نمیکشه، بیمار کمتر میشه، از نظر مخارج بهداشتی برایشون خیلی کمتر خرج میشه. اینا خیلی چیزا هست که ما بهش توجه نداریم متاسفانه. هدف اصلی المپیک دوستی بین ملت هاست. حالا اگر رهبرانی نادانسته و نمیدونم چجوری راضی میشن که برن در محلی که یک عده ورزشکار، من خودم شخصا در سه تا المپیک شرکت کردم، نمیدونین چقدر صفا و صمیمیت بین ورزشکارهایی که اونجا هستن. من بدون اینکه کی رو بشناسم میومد جلو منو بغل میکرد، ماچ میکرد، ما هم همینطور. در نتیجه فکر میکنم گردانندگان سیاسی مملکت ها هستن که به این مسئله واقف نیستن. امیدوارم یه روزی واقف بشن و این مسائل لااقل تو دورانی که المپیک برگزار میشه پیش نیاد. علی جان، آقای عمادی، اگه وقتمون خیلی کوتاه است اشاره بکن، چون میدونم تماسی داشتی با ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات و فضایی که بر اینها حاکم هست، فضایی که بر خود ورزشکاران ایرانی حاکم هست بر مقایسه با ورزشکاران دیگه، خیلی وقتمون هم فشرده است. علی جان، من اشاره بکنم پیرو گفته های گوهربار آقای موحد واقعا لذت می‌بردن داشتم می‌شنیدم. من دکتر احمد طوسی یک جمله جالبی بود، من ازش بعد وام بگیرم، گفتش علی داری میری به میهمانی جهان. واقعا همونطور که آقای موحد فرمودن، اینجا این 10,000 11,000 ورزشکار در کنار همراهانشون که اومدن، شاید نزدیک 25,000 نفر اینجا از کشورهای مختلف، از 200 کشور اینجا جمع شدن، واقعا یک میهمانی هستن و همه اختلافات رو کنار گذاشتن. حتی مشکل کوچیکی که اتفاق افتاده بود برای در واقع نشون دادن پرچم کشور کره شمالی هم با عذرخواهی و در واقع خودمون میشه گفتش با دوستی و روبوسی تموم شد. من سوالی که شما کردی در مورد حضور، یعنی مطلبی بود که در ابتدا خبرگزاری اسوشیتد پرس بهش اشاره کرده بود، گفتگویی با آقای بهرام افشارزاده داشته بود در همین شهر و در دکده المپیک، و در مورد حضور ورزشکاران ایران مقابل ورزشکاران اسرائیلی که ایشون ابتدا گونه‌ای صحبت کرده بود که بعد تکذیب شد و جورای دیگه در خبرگزاری‌ها بهش در واقع تصحیح شد به قول معروف. اما من سعی کردم که با ورزشکاران اسرائیلی گفتگو بکنم در مورد
شرایطشون، اونها هم همین شرایطو داشتن، این همین گفته، شاید فکر میکنم که اگر ورزشکاران ایرانی هم باهاشون گفتگویی بکنن از خبرگزاری آزاد قطعا برمیگردن که میگن ما اینجا اومدیم برای ورزش، اومدیم برای کسب مدال، به این چیز اصلا فکر نمیکنه. و همونطور که آقای موحد گفتم فقط برای این مبارزات و مسابقات ورزشی اینجا هستن و روحیه‌شون هم اصلا خیلی ورزشی هست. همونطور که در مورد مسئله ماه رمضان و مسئله روزه‌داری از چند از ورزشکاران مسلمان و کشورهای تونس پرسیدم، از بله از کشور عراق همسایه ایران پرسیدم، ورزشکاران که اونجا بودن و اونها هم همین برخورد داشتن که گفتن ما اینجا اومدیم خیلی احترام میگذاریم به قوانین اسلام و مسلمان هستیم، اما ما اینجا اومدیم برای کسب مدال، اومدیم مسابقه بدیم و اومدیم، یعنی همه چیز رو معطوف کردن به مسابقات ورزشی صرف. حالا شاید میزبان مسابقات، شاید نیروهای مختلف، شاید کشورهای مختلف و بعضی از سیاستمدارا از همین مسابقات سودهای مختلفی میبرن، اما برای خود این ورزشکارا به هیچ وجه این مسائل اصلا ارزشی نداره. درسته. اگر اجازه بدی ما چون آقای پنجوی همچنان با ما هستن، آقای پنجوی بشنویم نظر شما رو در مورد اینکه برشه که مسابقات با ماه رمضان همزمان شده و بحث زیادی هست که ورزشکاران روزه بگیرن نگیرن، به نظر شما این انتخاب ورزشکار یا این رو بعد مربی تصمیم بگیره، مدیر تیم بعد تصمیم بگیره و این به نظر شما چه تأثیری میذاره؟ خود شما ورزشکار در سطح قهرمانی بودید. به نظر رمضان بالاخره برای تمام رشته های ورزشی رژیم غذایی خیلی مهمه. تو ورزمداری به نظر من این میزان غذایی که بزنیم به ورزشکار میرسه خیلی تأثیر داره روی نتیجهش. و معمولا مربی باید تصمیم بگیرن که کسی که میخواد کم میکنه خب دیگه روزه رو میتونه استفاده بکنه، ولی کسی که واقعا داره احتیاج به چند کیلو باید بالاتر بیاره که چند کیلو بیشتر بزنه، فکر کنم تو این دیگه باید براش معجب باشه که از روزه رو نگیره. نمیدونم حالا چشتا دیگه نظرشون چیه. آقای پنجوی اگه اشاره هم بکنید، چون میدونم شما برای جلسه هم بعد برید، این که صحبت از نقش مربیان شد، آقای حساری هم خیلی تاکید داشتن رو نقش مربیان، آقای باقری و آقای رضا ساده به نظر شما چگونه عمل کردن در رهبری تیم وزنه برداری؟ یک تیم موفق همیشه پشت سرش مدیر موفق میخواد و مربی که دستش باز باشه و بتونه مدیرم پشتیبانیش بکنه خب تیم موفق میشه، ولی کسی که مربی که باید برسر به وسیله مدیر کارش تلاش‌ها قرار بگیره و دستورات مدیر بخواد کار بگیره دیگه این نمیتونه مربی باشه، بلکه میتونه باشه بازیچه که میبینیم مثلا تو فوتبال اونجا میبینیم مربی فوتبال خداست دیگه، همه کار رو انجام میده و مدیران تیما با کسی کار ندارن. اگه شما ببینید تو 2008 ما از غیبرام هفتم شد، محسن بیران یازدام شد، رشیدی ششم شد و نتیجه که داشتیم خیلی ضعیف بود، ولی این 4 سال نتیجه به قدری بالا اومده که واقعا مثل معجزه میمونه که منم بخوام اینو میذارم به خاطر کوروشی که واقعا تجربه قهرمانی خودش رو بعد پشتیکاری که داشته و هنری هم که داشته استفاده کرده که تونسته خودش رو بالا بیاره و تو المپیک 2008 ما چین 8 طلا گرفت و یه تا نقره تو ورزمداری، ولی امسال چون که چین تیم چین تیم زناش قوی تر از تیم مرداشه به نظر من دیگه، و تیم ایران هم خانم نداره توی گروهشون، در جنبه مدالی سختی که میشه مقایسه کرد با تیم چین، ولی من فکر میکنم که امسال چین و روسیه برای در تیما بیشتر بتونن مثلا وقتی هرچه کورش هم زحمت بکشه، چون تیم تلایش مدالی که تو دخترها به میتونه نداره سختی بتونه باین کلکل بکنه تو تیمای قوی‌تر دنیا. درسته. آیه حساری شما دهه هاست که مسابقات رو دنبال میکنید از نزدیک، به ویژه حالا مسابقات کشتی رو، نمونه هایی هست به نظر شما که ورزشکار روزه گرفته باشه تأثیر مثبت یا منفی گذاشته باشه روی عمل کردش در گرفتن مدال؟ مسلماً در رشته مثل وزنه‌بری تأثیر گذار خواهد بود، ولی من خدمت شما توضیح بدم آقای دهقانپور، حالا داره که ما 11 تا مدال تو 60 سال گذشته گرفتیم، ولی پیش از این مدال از دست دادیم. یکی از قربانیایی که واقعا قربانی خود عبدالله موحد ازش بپرسه المپیک توکیو ایشو در کشتی فینال وقتی که با این بلوچف کشتی گرفته حریف بلغاری رو خاک کردن، داورا دستور خاک نشستن دادن، آقای موحد هم پشتش نشست ولی کشتی رو بعد مساوی اعلام کردن. تنها شایستگی خود ورزشکار اینجا دلیل قهرمانی نیست، عوامل بازدارنده فراوانی در صحنه وجود دارن که نمیذارن. آقای
ابراهیم جوادی در المپیک مونیخ، یه تماشاگر ایرانی و آقای جمشید سروش اومد به آقای باتی داور شاخص اتحاد رومانی اعتراض کرد. آقای باتی اومد اختار داد مقابله در مبارزه آقای نیکولوف بلغاری و ابراهیم جوادی. آقای جوادی رو به ناحق بازنده کردن. شما اعتقادتون آقای حصاری که علتش عدم حضور ایران هست در کمیته های برگزاری مسابقات، علت این هست که شما فکر میکنید که از لحاظ داوری باید اجاف میشه؟ ما نفوذ آنچنانی در مسابقه در سطح بالای فیلا نداشتیم. شما نگه آقای دکتر توکل در سال 1976 مونرال وقتی که آقای برزگر در دور اول تسلیم عاشورعلیف روزی شد و اونو بازوندنش، آقای دکتر توکل و گروه سرپرست ایران اعتراض کردن. با اینکه ما طرف ما روسیه به روسیه که همیشه قهرمان میشد، اومدن رأی عوض کردن و آقای برزگر رفت مدار کشتی هایی که بر رفت به فینال. تو فینال به کسی باخت که تو مسابقات سال قبل فقط تو 10 ثانیه ضربش کرده و جیشیرو داته ژاپنی وقتی تو مینسک با آقای برزگر روبرو شد فقط 10 ثانیه مقاومت کرد. از برزگر پرسیدم چجوری، گفت وقتی که دستش این خود به رون من دیدم میلرزه، لرزش ایشون من باعث شد که من فهمیدم که اون میترسه و ده ها موقع اومد کار انجام داد و حریف رو ضربه فندی کرد. ولی همین آدم پیروز تو المپیک مونرال در دیدار سرنوشتی که باید حتما قهرمان المپیک میشد باخت، اونم با ضربه فنی باخت. چرا باخت؟ ما عادت نکردیم علل باخت و بردمون رو ریشه‌یابی کنیم، ما عادت نکردیم بفهمیم که چرا برنده میشیم، چرا میبازیم. آقای برزگر و اطرافیان حاشیه نشین ها انقدر وسوسه کردن، انقدر به بیراهه بردنشون که اجازه ندادن تمام فکر و ذکرش مبارزه با حریف ژاپنی بشه. امروز هم رسول خادم از همین میناره میگه خدا کنه که حاشیه نشین ها اجازه بدن که منافع ملی بالاتر از منافع فردی باشه. گفت یه ده میخوان خودشون رو پشت سر این مدال قایم کنن. دقیقا نکته که اشاره میکنید آقای حصاری، بسیار اعتقاد دارن که بزرگترین دستاوردش از رسول خادم همونطور که اشاره میکنید که تیم بدون حاشیه‌ای رو سعی کرده اداره بکنه و مسائل جنبی که در فدراسیون های دیگه که اشاره کردیم در ابتدای برنامه باش دست به گریبان بودن نبودن. جناب دهقانپور آقای رسول خادم وظیفه‌اش انجام داده، ولی دیگران چی کار میکنن؟ دیگران میتونن تخته ایجاد کنن، دیگران میتونن اخلال ایجاد کنن. درسته. آقای موحد میگم خود شاهدش، موحد در مسابقات جهانی سال 66 تولید اوهایو وقتی با آقای اگرالی از ترکیه روبرو شد رفت پرسید آقا فینال من کی؟ گفتم بعد از ظهر. رفت استراحتگاه. آقای وحبی عمله نایب رئیس فدراسیون جهانی دید که آقای موحد از سالن رفته بیرون، بلافاصله گفتش که اعلام کنین که آقای موحد با اگرالی بیا رو دوشک. خب اجازه بده آقای سری از زبان خود آقای موحد بشنویم. آقای موحد دوستتون گفته جالب گفتن که بحث 64 رو گفتن، توکیو رو گفتن. بله 66 آقای سری کاملا درست میفرمان. من سال 64 باید 100% مدال طلا میگرفتم، یعنی اصلا حتی 1% من خودم شک نداشتم که بردم کشتی. و علتش به نظرتون ناداوری بود؟ نه، ما نداشتیم کسی را ما دفاع کنه. تو فدراسیون جهانی وقتی دست من ولچوف مساوی، من برای اینکه وقتی شما یکی رو خاک میکنی در کشتی میارن میشونن وسط روش کار میکنی، یعنی امتیاز آوردی. اگر نه چرا نشوندن خاک پس اونو؟ من 6 دقیقه اینو خاک کردم، ایشون اون وقت زمان کشتی فرق میکرد. بعد کشتی ما رو مساوی دادن، من نفر دوم سوم برده بودم. اینی که من با 5 امتیاز 6 امتیاز شده، امتیاز من اون وقت با 6 امتیاز منفی میوردی، امتیازی میوردی از جدول حذف میشه، من پنجم شدم بدون اینکه به کسی ببازم. این اینا هست در کشتی. آقای حصاری کاملا منطقی حرفشون، و اگر یکی رو ما داشتیم، من الان نمیدونم، به شما عرض کردم اول که من در جریان کار کشتی نیستم، امیدوارم الان کسانی رو تو فدراسیون جهانی داشته باشیم که اگر حق یکی مثل من بخواد پامال بشه جلوشو بگیرن، نذارن. در مورد روزه های موحد شما، در مورد روزه من اعتقاد دارم کشتی بنزه کشتیگیر بنزه کافی کم غذایی میکشه، و فکر نمی کنم خداوند این دو روز کسی اگه روز نگیره رو مجازات کنه، اونم برای کسب افتخار است. من فکر نمی کنم مؤثر باشه از اینکه یک قهرمان برای افتخار مملکتش اگه دو روزم روز نگیره میتونه بعدها به روزه بگیره و تلافی کنه این روز نگرفتن رو. خودش شما اسم وقتش اومده بود که با چنین نه خیر، من متاسفانه پیش نیومد برای ما، یا خوشبختانه نمیدونم، ولی بعدا میشه روزه گرفت تلافی کرد اینو. من فکر میکنم رهبران مذهبی هم میتونن اینو. شما اعتقاد دارین تصمیمی که ورزشکار باید بگیره خودش؟ بله 100% ورزشکار میتونه بگه من تصمیم اگه من بخوام روزه بگیرم نمیتونم. واقعا هم بعضی هستن وزن کم نمیتونم.
میکنن، اگر بعد غذا نخورن هم وزنشون میاد پایین، هم از نظر جسمی ضعیف میشن، برایشون آسیب پذیر میشن. درسته. من نظر منه علی جان، اگر لطف کنی وقت خیلی کوتاهی داریم اشاره بکن، چون گفتن که آیا ما افرادی رو داریم امروز در فدراسیون ها که بتونن از حق ایران دفاع بکنن، اگر چنین چیزی هست به ما بگو، و یک اشاره گذرا هم بکنیم به حضور تیم یعنی حضور زنان، به هر شکلی این رکوردی که ما شاهد هستیم 8 بانوی ورزشکار این دوره در مسابقات المپیک حضور دارن، اشاره گذرا هم به این بکنیم که اونها چه افرادی هستن و چقدر امید دارن که احیانا بتونن مدال بگیرن. به مطلب خیلی خوبی اشاره کردی به حضور بانوان، من مطلب بخوام بهش اشاره بکنم، یعنی در موردش صحبت بکنم که این دوره یکی از مسائل در واقع هم کمیش هم کیفیش هست، حضور بانوان هستش. البته همیشه خانمای ایرانی متاسفانه، حالا وقتی برمیگردیم به پیش از انقلاب یا بعد از انقلاب، حتی حضورشون یک حضور نمادین بوده فقط، یا اغلب با وایلد کارت یا با در واقع سهمیه اهدایی می آمدن. اما در این دوره این 8 ورزشکاری که حضور دارن سهمیه کسب کردن و این خیلی جای خوشحالی داره برای ورزش بانوان ایران که 2 دهه واقعا محرومیت رو گذروندن، یعنی دهه 1360 و 1370 واقعا برای ورزش بانوان ایران واقعا اسفبار بود و اسفناک بود. از حضور آقای غفوری فرد فکر میکنم که 1372 به بعد یه مقدار این حرکت شروع شد و الان ثمرهش هستش که میبینیم 8 ورزشکار داریم. من دوست دارم حتما به این اشاره بکنم که مثلا زهرا دهقان که در مسابقات مرحله سوم جام جهانی تیر و کمان در آگدن سهمیه گرفت، در شرایطی سهمیه گرفت که خودش فکر نمی‌کرد که از جدول تیمی خارج شده بود، و چون یکی از تیراندازان رقیب در واقع حذف شده بود، شانس، چون از هر ورزشی در واقع هر رشته ریکرو در هر در مرحله انفرادی فقط از هر کشور یک نفر میتونه شرکت کنه، و چون ترکیه 2 تا از تیراندازاش موفق شدن جفتشون سهمیه رو کسب کنن و رکورد بزنن، یکیشون بعد انتخاب میشد، یکیشون حذف شد و زهرا دهقان که سوار اتوبوس شده بود که برگرده بره به اردوش در واقع به محل سکونت تیم، برگشت و این موفق شد حریفاش شکست بده و سهمیه بگیره. زهرا دهقان یا لیلا رجبی که به هر حال هرچند که از کشور بلاروس هستش و تغییر ملیت داده برای ایران داره الان مسابقه میده در رشته پرتاب چکش، یا آرزو حکیمی در رشته قایقرانی، یا سلماز عباسی در روئینگ، و واقعا اگه به اینا نگاه میکنی، ندا شهسواری بچه کرمانشاه هست در واقع، یکی از همون در پیرو به فرمایشات آقای موحد دوست خوبم خبرنگار ورزشی مهدی رستم‌پور و آقای ساری، از شرایط بسیار سخت و دشوار اینها اومدن و الان 8 تا، هرچند که خب نمیتونید مثلا از سوسن حاجی پور توی تکواندو تقاضای یا درخواست مدال داشته باشیم، اما 8 تا از بانوان ایران تونستن به عنوان نمایندگان نیمی از کشور ایران در این مسابقات حضور داشته، جای خوشحالی داره. من فکر میکنم که متاسفانه، حالا درسته که ورزش تیمی هم مثل فوتبال، والیبال و هندبال و بسکتبال حضور پیدا نکردن، بسکتبال واقعا خانم الهه احمدی و مهلقا جان بزرگ اینا بکنیم بعد، بله خب تیراندازی البته اینم باید بگم که این 2 نفر کسب سهمیه کردن، مثل دورهای قبل نبود و این 2 نفر در واقع 2 تا خانم هستن و اینم بهش خوب اشاره کردی، اما میخوام بگم که درسته کاستیایی هست، یعنی اگه بخوایم به دید منتقد نگاه کنیم، لیوه نیمه خالی لیوان نگاه کنیم، خیلی خرابه اوضاع. یعنی شما حساب بکنید که فوتبال ایران 40 سال به المپیک نرفته، بعد شما حساب بکنید که والیبال ایران در بهترین شرایطش امسال با بدبیاری به خاطر یک گیم یک ست باخته نتونست به المپیک راه پیدا بکنه، هندبال ایران واقعا خیلی دور از رسیدن به المپیک، بسکتبال ایران در بهترین شرایط مقابل اردن میبازه در مسابقات قهرمانی آسیا و بعد میاد پنجم میشه، بعد شانس اینه که یک بار دیگه در المپیک در این مهمانی جهانی حضور داشته باشه دست میره. یعنی در مسئله تیمی واقعا ایران خرابه، همون که ابتدای برنامه تون 7 پردهتون خیلی قشنگ بهش اشاره کردید، ورزش بانوان هم حق ورزش بانوان ایران 8 ورزشکار نیست، باید 80 ورزشکار باشه. درسته. ولی خب ممنون علی جانی، وقت خیلی کوتاهی داریم، کلام آخر از شما بشنویم آقای موحد، و این بحثی که در مورد موفقیت ایران در ورزش‌های انفرادی و گروهی هستش، عدم موفقیت ایران در ورزش گروهی در المپیک. اصلا من فکر می‌کنم، البته من به عنوان یه معلم ورزش قدیم و خودم هم ورزشکار بودم از بچگی، فکر می‌کنم روی اینا باید کار بشه، نه اینکه ما ایرانیان نمیتونیم در رشته‌های دست جمعی موفق باشیم، چون کار نشده ما موفق نیستیم. دلیل اصلیش من فکر می‌کنم نبودن وسیله
شرکت همه مردم یه مملکت در رشته‌های مختلف ورزشی موجب میشه که در بعضی از رشته‌هایی که اجتماعی میبینیم ما موفقیت نداریم. در انفرادی ها وسیله زیاد لازم نیست، یه کفش کشتی میخواد میری باشگاه یه تشک هست، اما برای فوتبال باید زمین درست کنن، استادیوم میخواد، برای والیبال همینطور، برای بسکتبال هم، برای ورزش‌های اجتماعی وسایل بیشتری لازم هست. به این دلیل ما در اونا موفق کمتر بودیم. شما خودتون این اشاره هم بکنیم که اگر اشتباه نکنم والیبال بازی میکردید، تجربه ورزش تیمی هم داشتید. بله من والیبال بازی میکردم، بدم نبودم اگه بگم، خوب گفتم ممکنه بد بخورم، بد نبودم، بازیم بد نبود، با بچه‌های بازی میکردیم، دوستانی بازی میکردیم، همه در سطح تیم ملی بودن اونا، آقای حسن انصاری، مقصود جعفر، سیاوش فرخی، اینا البته قدیمیان، من نمیدونم کجا هستن اینا، ولی با اینا بازی میکردیم، بازی هم بد نبود. منتها میگم من افتادم توی زمینه کشتی و در این کار موندیم دیگه. آقای موحد سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم. عبدالله موحد تشکر میکنم همچنین از آقای پنجوی که روی خط بودن با ما، سپاسگزارم از آقای حساری در استنفورد، آقای رستمپور و همکارم علی عمادی برای برنامه امشب. از همه شما تشکر میکنم که در برنامه با ما بودید و همراه بودید. فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید. تا افق یک شنبه و فردا که مسابقات المپیک آغاز خواهد شد رسما.